هاودی گایز، چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بهنام هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. اگر از بازدید کننده های جدید هستید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یکی دوتا از ویدیوهای من رو ببینید، و اگر که با میلتون بود و خوشتون اومد و کانتنت و ویدیوهای من براتون جذاب بود، لطفا حتما دکمه ساب و زنگوله رو بزنید که به محض اینکه ویدیو منتشر شد ازش باخبر شید. میخوام بریم سراغ یه آموزش دیگه. اینو ولش کن، یه آموزشی که خیلی ها دنبالشید و میدونم که خیلی دوست دارید که تجربهش بکنید و سر ازش در بیارید و کلی کم نکاو بکنید و حالشو ببرید. اما قبل از هر چیز باید بگم که این ویدیو، در واقع این عنوان، فکر میکنم که 5 یا 6 تا پارت داشته باشه، پس تا پارت آخر صبوری بکنید. به نظر من به تو پیشنهاد میکنم که صبوری بکنید تا آخرش رو من ادیت بکنم، چون هولوش 5 ساعت و نیم 6 ساعت گیم پلی بوده که من یه تیکه رکورد کردم، به خاطر همین خب یه مقدار زمان میگیره. بچه ها، این پارت کردن هیچ حالت شکنجه و طولانی کردن و اذیت کردن شما رو نداره. چون خیلی طولانی میشد، همه رو میخواستم توی ویدیو بذارم و خسته کننده میتونست باشه، به خاطر همین، و ادیتش هم برای خودم سنگین تر میتونست باشه، به خاطر همین گفتم که اینا رو تو پارت های مختلف براتون آماده بکنم. امیدوارم که راضی باشید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود و یه مقدار صبور باشید، بریم سراغ ادامه ویدیو، طولانیش نکنم. خب بچه ها، میخوایم بریم سراغ این که ببینیم چجوری آرتور رو میتونیم ببریم نیو آستین. برای این کار دوباره باید تو مرحله آنجلو برانته من آف هانر باشید که تو فصل چهارم هستش. حتی همون گلیچ قبلی که در رابطه با آرتور بود که میشد بره نیو آستین، تو بعد از همین مرحله اتفاق میافتاد که پد شد و در واقع راکستار رو کش کرد. اما حتی تو آپدیت جدید، چون من خودم ورژن بازیم آپدیت و این رکورد رو انجام دادم، تو آپدیت جدید میتونید این کار رو انجام بدید، نه به اندازه قبلی، اما خب شدنیه. مرحله آنجلو برانته منافانه رو که استارت بکنید، باید با جان به قبرستون برید. خب میبینیم که این روح این پیرزنه همچنان سردرگم و سرگردان و ایناست، و هر دفعه که من میرم یه حرکتی میزنم که به هر حال یه چکش کنم، یه اعلام حضور کنه، میبینم هستش. آره اوکیه. اوکی. حتی میبینیم که جان مارسون هم اینجا هیچ عکس العملی نسبت بهش نشون نمیده و انگار ندیدتش. Okay.
مرحله رو تا جایی که لامنها وارد قبرستون میشن ادامه بدید، اما بهتون پیشنهاد میکنم که تا نزدیک در نشدید به هیچ عنوان با هیچ کدوم از لامنها درگیر نشید و فقط اون یکی دوتای جلوی دری رو ناکوت کنید و به سرعت برق و باد از اونجا فرار کنید و نگران نباشید، جان مارستون دنبال شما میاد. سعی کنید که از شهر خارج شید و به نزدیک خط ریل راهن خودتون رو برسونید. یه نکته یه میخوام بگم اینه که چه تو فرار از قبرستون و چه توی نیو آستین که تو پارتای بعدی میبینید، سعی کنید هیچ کاری رو نکنید که بازی اون کار رو شما رو یه اتک به جان ترقی بکنه، چون میشن فیلد میشه و مجبور میشید که دوباره برگردید به قبرستون و این خیلی بده. خب به محض اینکه وانتدتون تموم شد و روی نقشه حالا پلیس ها یا لامن ها ازتون دور شدن، به یکی از این خطای ریل راهن که ترجیح میدید نزدیک شید و تا سمت فورت ریکس که در واقع میشه گفتش که لبه رودخونه ای هستش که به بلک واتر و نیو آستین شما تقریبا وارد میشید خودتون رو برسونید. حالا میتونم بگم که با خیال راحت میتونید وارد منطقه بلک واتر و بعد از اون نیو آستین بشید و تا تامبلوید پیش برید، ولی چجوری و کجاها میتونید برید و چی کارها میتونید بکنید که براتون مفید باشه رو تو پارتای بعدی خواهیم دید. منتظر پارتای بعدی باشید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اما اگر تا الان دکمه ساب چنل منو نزدید، لطفا حتما دکمه ساب رو بزنید، بزرگترین حمایتتون از من. داریم به یکان نزدیک میشیم. دمتون گرم، مرسی برای حمایتتون. تا ویدیوی بعدی، نایت آرمی، خدا نگهدار.